داریم میایم. کجا خونه اجاره کنیم؟ کی خونه اجاره کنیم؟ چجوری خونه اجاره کنیم؟ از اینجا خونه اجاره کنیم؟ باید بیایم اونجا خونه اجاره کنیم؟ چرا ایمیلامون رو جواب نمیدن؟ اومدیم اونجا هزینه آب و برق و گازمون چقدر میشه؟ اینا سوالای خیلی مهمیه که حتما باید با هم دیگه بررسی کنیم، چون یه سری نکته مهم داره که اگه بدونید کلی میتونه توی هزینه هاتون صرفه‌جویی بشه. امروز قراره در مورد جواب این سوالا صحبت کنیم. سلام بچه ها، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم جواب چند تا سوال خیلی مهم رو بدم. سوال اول، چرا ما هرچی ایمیل میزنیم کسی جواب ایمیل ما رو برای اجاره کردن خونه نمیده؟ چجوری ما میتونیم قبل از این که بیایم خونمون رو اجاره کنیم؟ بچه ها نمیتونید اکثرا قبل از این که بیایم خونتون رو اجاره کنید. خبر خوشی نیست، اما مهمه که بدونید چرا نمیتونید. دلیلش اینه که حتما باید اینجا باشید، حتما باید یه اپوینتمنت ست کنید و برید اونجا هم خونه رو ببینید و هم حالا یا ایجنسی یا اون صاحب خونه حتما باید شما رو ببینه و بتونید اقدام کنید، و علاوه بر اون باید یه سری مدارک رو داشته باشید. پس روند چی میشه؟ روند اینجوری میشه که شما اگر که قراره برای کار تشریف بیارین اینجا، حالا یا اگر که برای تحصیل، معمولاً بچه‌ها معمولاً 2 تا 4 هفته یه جایی رو موقتی میگیرن، حالا یا بی ام بی میگیرن که ارزون‌تر از هتل بشه، یا معمولا با یکی از بچه های ایرانی هماهنگ میکنن که اگر جایی رو میشناسن اتاق اضافه تر یا خونه اضافه تر که بهشون برای مدت کوتاه اجاره داده بشه باهاشون در میون میذارن، یه راه حلی پیدا میکنن برای مدت 2 تا 4 هفته. وقتی که میان اینجا تو مدت 2 تا 4 هفته مواردی مثل بانک اکانتشون اوکی میشه و یه نامه میتونن دریافت کنن، حالا یا از دانشگاه یا محل کار که کمک میکنه به عنوان پروف اف ادرسشون. وقتی که نامه بانک اکانتشون میاد اون خودش میشه پروف اف ادرس، پی پی اسشون رو میگیرن و خیلی از این امثال این مدارک که برای اجاره خونه لازمه. در نتیجه باید اینجا باشید و بعد ایمیل که میزنید باید چند تا مورد رو رعایت کنید. بچه ها اگر که توی ایمیلتون این مواردی که میگم حتما اشاره کنید بهش، خیلی تاثیر داره. مثلا حتما اگر که مخصوصا سیگار نمیکشید اشاره کنید که من سیگار نمیکشم. حالا اگر که خودتون مجرد هستید اشاره کنید به اینکه من توی فلان صنعت دارم با این پوزیشن شغلی با یه شرکت توی دابلین، توی گالوی، توی لیمریک، هر جایی کار میکنم و الان پوزیشن کاریم این هست. خیلی کمک میکنه، آدم ها باید اطلاعات راجع به شما داشته باشن. سیگار نمیکشم، آدم شلوغی نیستم و پت ندارم. حالا اگه دارین که خب فرق داره، باید حتما فقط خونه های پت فرندلی رو اقدام کنید براش. خب یه سری از خونه ها هستن ولی یه سری از خونه ها نیستن و امثال این. پس این مواردی که گفتم خیلی مهمه که توی ایمیلی که دارید میزنید رعایت بشه. اگه متأهلید حتما بگید که من ما مثلا یه کاپلیم و یا مثلا یا اگر که فرزند دارید، ما 2 تا بچه داریم 3 تا بچه داریم و خودم توی این صنعت هم مشغول به کار هستم، حالا یا همسرم فلان خانه‌دار هستن یا مثلا توی فلان صنعت با فلان پوزیشن مشغول به کار هستن. و خیلی موقع ها ازتون مجموع حقوقتون رو میپرسن، خیلی موقع ها ازتون فیش حقوقیتون رو میخوان و یا یه نامه از شرکت که حتما میخوان ازتون. سعی کنید که یه نامه هم داشته باشید از یک نفری توی ایران که حالا اگر که صاحب خونه قبلیتونه یا شرکت قبلیتون، که نشون بده که شما رکورد‌های بانکی دقیقی دارین، پرداختای به موقعی دارید. پس این از این. میاید اینجا و شروع میکنید توی اون 2 تا 4 هفته ایمیل میزنید با رعایت این نکاتی که گفتم و حتما شماره تماس هم اگه داشتن تماس میگیرید. خیلی موقع جواب نمیدم بهتون، شگفت زده نشید. خیلی مواردی هستن که کلا میان بررسی میکنن، برای همین میگم که توی ایمیلتون دقیق توضیح بدید، چون شانستون رو میبره بالاتر خیلی مواقع. ولی اون موقع هایی که برمیگردن حتما سعی کنید که اولین اپوینتمنت ها رو شما بک کنید. یعنی اگر که مثلا توی یه روز گفتن ما از ساعت 6 تا 9 میخوایم اوپنینگ ویو بذاریم، حتما سعی کنید اون 6 رو بذارید، بخاطر اینکه اون کسی که 6 میاد احتمال اینکه بازم برنده بشه توی این مزایده
خیلی ممکنه بیشتر باشه واقعا، به خاطر اینکه خب زودتر درخواست داده، ولی بازم به شرایط خیلی بستگی داره دیگه. پس این شد از خونه. حالا وقتی که میایید اینجا، من برای عوض کردن خونه حتما یه ویدئو میسازم، چون که احتمالاً همونطور که از فضا متوجه شدین خونه جدیده و ما برای دومین بار الان داریم این کار میکنیم، یعنی سه تا خونه عوض کردیم که حالا میشه دومین بار و میدونیم این رونده چجوری باید باشه که اگر که به شما به اشتراک بذاریم حتما روند برای شما هم آسان‌تر میمونه، چون یه لیست بلند بالایی که شما باید برید و همه جا آپدیت کنید. اما برای خونه جدید، برای خونه جدید چند تا اقدام باید بکنید. بچه اینجا آب مجانیه، قبلا هم به این نکته اشاره کردم، میمونه هزینه. بعضی از خونه ها گاز داره، بعضی ها گاز نداره. اگر که گاز و برق داشت میمونه اینکه شما یه اکانت برای گاز و برق ستاپ کنید و یه اکانت برای اینترنت. اینترنت اکثرا بچه ها بستگی به پرووایدرشون، اگر که سیم کارتشون از ایر باشه، خیلی موقع ها میرن سیم کارت و اینترنتشون رو با هم دیگه میگیرن و من نمیدونم، بچه ها خیلی هاشون راضی هن و هزینه ها خب خیلی کمتره توی ایر. اگر که ودافون باشه به هیچ وجه سراغ اینترنت ودافون نرید، چون ما امتحانش کردیم برای 2 هفته و واقعا بد بود، اصلا سراغش نرید، امتحانش هم نکنید. ارزون تر از ویرجین مدیا است ولی واقعا نمیارزه، خیلی 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 بده. و پرووایدر خیلی معروفی که اینجا وجود داره اسمش ویرجین مدیا هست و سعی میکنم که لینکش رو توی دسکریپشن بذارم. اگر که بخوام بهتون بگم مثلا اون اکانتی که ما روش هستیم ما هیچ هستی رو، ولی وقتی که شما دارید اول اقدام میکنید برای سال اول، بهتون یه تخفیفی داده میشه و اون تخفیفه باز بستگی به پهنای باندتون، بستگی به اکانتتون، بستگی به منطقتون خیلی ممکنه متفاوت باشه. یعنی مثلا میتونه 40 تا 45 یورو باشه برای سال اول که شما رو بکشونن به سمت خودشون و بعد از سال دوم این هزینه افزایش پیدا میکنه. این از اینترنت. پس شد حدودا ماهی 60 یورو برای اینترنت در نظر بگیرید، حالا با سال اول کمتره. و بعد میمونه هزینه گاز و برق. این یکی جالبه. هزینه گاز و برق یکم تریکیه. حتما وقتی که دارید خونه اجاره میکنید به لول انرژی خونه دقت کنید، به خاطر اینکه خونه هایی که E و F هستن واقعا گرم کردنشون کار سختیه. اینجا با اینکه رطوبت اصلا تو هوا حس نمیشه انقدر، خب شما نفستون نمیگیره به خاطر اینکه باد زیاده و شما متوجه نمیشید که هوا شرجیه، یعنی اون حسی که شما تو شمال ایران تجربه میکنید و اینجا تجربه نمیکنید، ولی رطوبت خیلی زیاده، رطوبت نزدیک 90%. پس یادتون باشه که اون لول انرژی خونه خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه اگه درز داشته باشه زیاد خونه و انرژی هدر رفت داشته باشه، اون وقت گرم کردن خونه کار آسونی نیست. پس سعی کنید که خونه هایی بگیرید که بی و بی به بالا هستن. حالا سی هم خوبه واقعا، قابل اقمازه، ولی دیگه سعی کنید از سی زیاد پایین تر نیایید مگر اینکه چاره ای نداشته باشید. حالا کلن اینطوریه که معمولاً بچه ها روی بیشتر از 2 تا 3 ساعت گرمایش رو روشن کردن نمیمونن. این گرمایش ممکنه که برق باشه، ممکنه گاز باشه و با این مقدار و با توجه به اینکه خب خیلی ها الان work from home دارن، خیلی ها از لپتاپ، تلویزیون، همه چی دارن استفاده میکنم، من دارم بنابر مصرف 2 نفری که work from home دارن دائما همه دیوایس هاشون و دیوایس های زیما 4 تا لپتاپ تو خونمونه، معمولا تلویزیونمون خیلی مواقع روشنه، حالا یا آهنگ بک‌گراند داره پخش میکنه یا شبا تلویزیون داره فیلم پخش میکنه یا هر چیزی، پلی استیشن داریم، هر چیزی برقی که وجود داره تقریبا تو خونه ما وجود داره و من تمام وسایل پخت و پز خونمون هم برقی هست. در نتیجه بدونید که مثلا من دارم با یه همچین تخمینی صحبت میکنم و ما معمولا گرمایشمون 2 ساعته و الان اینجا حمومم حمام شاور الکتریک شاور در نتیجه با برق هستش، گرمایش فعلیمون روی گازه.
اگر که الان بخوام با این شرایط بگم، مجموع هزینه گاز و برق ما تقریبا ماهی 50 تا 60 یورو میشه و میگم مصرف انرژی برای خونه ما زیاده معمولا. حالا نه مصرف گرمایش، بچه هایی که بچه دارن، یعنی دوستانی که بچه دارن، مصرف گرمایش خونه شون قطعا بیشتر میشه، چون خب بچه نیاز به محیط گرمتری داره و خب ما اوکییم، یعنی سال اول ما یه شانس بزرگ آوردیم که توضیح میدم. سال اول بچه ها ممکنه سخت‌تر باشه براشون، ولی سال دوم به بعد معمولا لایف استایل ها تغییر میکنه، همه یاد میگیرن توی خونه لباس گرم بپوشن، یاد میگیرن که چه ساعتهایی اون گرمایش رو روشن کنن که برای مدت طولانی خونه رو گرمتر نگه دارن و امثال این. حالا این 50 تا 60 رو دوباره بهتون بگم که بنابر این که شما سال اول باشین آف میخوره. خب یعنی شما سال اول روی اکانت های مختلفی که دارید میگیرید همشون داره یه هزینه تخفیفی میخوره که به شما کمک کنه، پلاس این که شما رو بکشونه. پس در نتیجه میتونید در نظر بگیرید که مثلا اگر که ما با گرمایش با سطح انرژی خیلی متوسط برای خونمون داریم با 50 تا 60 یورو صحبت میکنیم، ممکنه سال اول مثلا 40 یورو باشه. یه چیزی بگم که اگر یه خونه مثل خونه اول ما توی گالبی پیدا کنید بی نظیره. خونه اول ما سولار بود و از انرژی خورشیدی استفاده میکرد و ما واقعا خیلی 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 کم هزینه میدادیم، خب چون گرمایش کلا با انرژی خورشیدی بود و دیگه بقیهش میموند به پخت و پز و وسایل آشپزخونه و تمام این وسایل دیوایس های الکترونیکی که همشون رو منشن کردم و هزینه واقعا کم بود. پلاس این که همیشه خونه گرم بود، همیشه گرم بود، 24 یا به گرم داشتیم. بچه ها این جمله خیلی عجیبه، میدونه الان اینجا واقعا خیلی کم پیش میاد که شما 24 ساعت آب گرم داشته باشین، 24 ساعت خونه گرم داشته باشین، واقعا خیلی کمه، مگر اینکه خونه ها خیلی نوساز باشه و باز هم خیلی سخت میشه چون انرژی گرونه. و مثلا بچه هایی که گرمایش بیشتر استفاده میکنن، من میدونم که دارن تا دو ماهی 400 یورو 500 یورو هم هزینه برق و گاز میدن. در نتیجه اگر که بخواید زیاد استفاده کنید، باید روی همچین اعداد و ارقامی هم حساب کنید. این از این که با هم دیگه شفاف باشیم راجع به این که هزینه برق و گاز چطور باشه. ولی معمولا حساب کنید روی این که مثلا اگه که بچه دارید 60 تا 70 تا به نظر من دیگه میاد ماهی دیگه. اینا واقعا خب بچه داشتن یک نفری اضافه میکنه که نیاز به توجه و مراقبت بیشتری داره، انرژی بیشتری هم نیاز داره برای خونه. پس میشه حدود 60 تا ماهی هزینه اینترنت، حدود 60 تا برق و گاز، 50 تا 60 تا حالا، و این میشه مجموع قبوزی که دارید. اگر اینکه گاربیجتون روی اجاره خونه باشه، یه چیزی بگم که بعضی خیلی تعداد کمی از خونه ها هستن که الکتریسیتی روی خونه است و خیلی کمه، خیلی کمه. خب واقعا خیلی کم، من اصلا خیلی کم دیدم که بگم الان زیاده اصلا، ولی معمولا هست خونه های خیلی از خونه ها هزینه زباله روی اجاره خونه هست، مخصوصا خونه هایی که توی شهرک هاست. ولی خب اگه هاوس اجاره کنید نه، اگر که آپارتمان های جدا اجاره کنید خیلی موقع ها یعنی تو شهرک نباشه، ممکنه که نباشه، و اگر که نباشه اون وقت شما میتونید با شرکت های زباله قرارداد ببندین، هفته یه بار میان زباله هاتون رو میبرن و تقریبا 20 تا 25 یورو باید هزینه زباله حساب کنید. علاوه بر این که نمیتونید کارتوناتونو توی زباله ها بندازید، نمیتونید چیزه هاتونو توی زباله ها بندازید و باید خودتون ببرید توی شهرک ها میتونید این کار بکنید. یعنی مثلا خونه قبلی ما، خونه که بود همش گل پشت سرم بود، اونجا یه شهرک هم کوچه پایینیمون بود، ولی یه شهرکه، ولی اونجا قشنگ هر چیزی، هر نوعی از زباله یه سطل زباله داشت، هر روز میتونستیم ببریم بریزیم، چون خب در باز بود توی استوریجی که مربوط به زباله بود و شما میتونستین کارتونا رو بریزین همونجا، شیشه ها رو بریزین همونجا، لباس ها رو بریزین همونجا، همه چی. ولی اینجا نه، اینجا شما باید لباساتون رو ببرید یه منطقه دیگه. یعنی ما چون اومدیم یه خونه اجاره کردیم و حالا دفعه اولم که گالوی بودیم همینطور بود،
یه سری سطل زباله هایی توی نقاط مختلف شهر هستن که شما میتونید برید لباساتون رو بریزید توی یه سریش، کارتونا رو بریزید توی یه سریش، شیشه ها رو بریزید توی یه سریش. این از این. اینم در مورد زباله که باید با هم دیگه شفاف باشیم. در مورد سیم کارت، بحث جدید و زیبای سیم کارت، اینو چون زیاد در مورد صحبت نکردیم بچه ها، سیم کارت خیلی 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 شخصی انتخابش. بعضی بچه ها میرن پرووایدرهای مثل ایر، مثل تری، فکر کنم تری اینترنشنال، مطمئن نیستم، ولی ایر پرووایدر آیرلنده. در نتیجه اگر که شما سفر کنید به اروپا نمیتونید به راحتی از سیم کارتتون استفاده کنید، ولی ما کاری که کردیم اومدیم همون روز اول پامونا که گذاشتیم توی فرودگاه پیچیدیم دست راست و توی فرودگاه همونجا ما ودافون خریدیم و ودافون شما در سر تا سر اروپا میتونید ازش استفاده کنید. یکم گرونتره ولی میارزه. حالا من بهتون میگم که این یکم گرونتره مثلا چقدر. میتونید پکیج های مختلف بگیرید، مثلا اگر که پکیج 20 گیگ دیتا فقط بگیرید میشه 5 یورو، اگر که پکیج 20 یورویی بخرید فکر کنم نمیدونم چند ساعت تماس داخلی داره، یه سری پیام، یه سری تعداد پیام داره و حالا تماس اینترنشنال و 20 گیگ اینترنت هم روش هست. در نتیجه 20 یورو تا و میتونید هم بعضی موقع ها برید سیم کارت و گوشی رو با هم بخرید که در مورد اون جدا صحبت میکنم، چون کلا حرکت خوب و جالبیه و به نظرم خیلی مهمه که بدونید چجوری میتونید این کار بکنید. خیلی راحت میتونید با هزینه کم ماهیانه گوشی بردارید یا لپتاپ بردارید، اگه گوشی بردارید که روش سیم کارتتون و کل پکیجی که برای هزینه تلفنتون و اینترنتتون هست، اینترنت همراهتون هست، باهاش پرداخت کنید. جدا در مورد اون صحبت میکنیم. اما پکیج کلی همونطور که گفتم پکیج های مختلف وجود داره. اگر پکیج دیتا بخواید 5 یورو، اگر پکیج 20 یورو بگیرید که این همه توش باشه کلن 20 یورو دیگه. پس یه 60 یورو هزینه اینترنت خونه حساب کنید، یه 20 یورو معمولا هزینه تلفن که همه کار بتونید باهاش بکنید. اگر که ودافون دارید، اگه ایر دارید میدونم این تا 10 یورو کمتر میشه، یعنی پکیج های 10 یورویی هم داره و هزینه آب مجانی، برق و گاز بسته به اکانتتون، بسته به مصرفتون، ولی با ما داریم تقریبا 50 تا 60 یورو ماهیانه پرداخت میکنیم. البته نه تو خونه جدید، در مورد خونه جدید بعدم بهتون اطلاع میدم، حالا ببینیم که چه دست گلی به آب میدیم. ولی این تمام چیزها بود، پلاس این که باید بدونید که اینجا باید خونه رو اجاره کنید. چرا؟ چون باید شما رو ببینن، چون باید مدارکتون رو ارائه بدید، پلاس این که بهتون گفتم چه چیزی رو توی ایمیل حتما در موردش توضیح بدید که شانستون رو ببرید بالاتر. اگه که کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، ویدیو رو بر بقیه بفرستید، شانستون خیلی تو همه چی میره بالاتر. هم توی کجا پیدا کردن شانستون میره بالاتر، هم تو خونه بهتر جای کردن میره بالاتر، هم احتمالاً قبضاتون هم کمتر میاد مثلا. پس اصلا شک نکنید، اینجا جاییه که شما میتونید هزینه هاتون رو سیو کنید. کانال رو سابسکرایب کنید. مرسی از اینکه همراهید. مراقب خودتون باشید. حال دلتون خوب باشه. خدا نگهدارتون.